در استانهای خوزستان و مازندران جفن آرام است. این تصاویر شهر دسپول است که مانند اهواز و شادگان فضای متشنج حکم فرماست. اهواز دیشب نیز شاهد نارامی بود. در شمال ایران نیز اعتراضات امروز بیشتر شکل تظاهرات و شعارهای منسجم بر ضد حکومت را دارد. ولی این تصویر از تظاهرات دیشب معترضان در نوشهر است که مثل آمول وضعیت تنش‌آلودی دارد. وزیر کشور امروز گفته در طول تمام یک هفته اعتراضات سراسری ایران مجموعاً 42,000 نفر شرکت داشتند. فرمانده سپاه هم دیروز قاطعانه گفته بود من پایان فتنه 96 را اعلام می‌کنم. در همین جهت حکومت ایران برای دومین روز پی در پی حامیانش را در چند شهر از جمله مشهد و اصفهان به خیابان‌ها آورد. در این میان دادستان کل ایران امروز در توضیحات مفصلی راجع به آنچه اتاق فکر ناآرامی‌های اخیر نامید، فردی در سازمان اطلاعات امنیت آمریکا به نام مایکل آندریا را طراح این عملیات معرفی کرد. پیام دادستان کل ایران این بود که تظاهرات سراسری علیه حکومت از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود. اتهامی که حکومت همواره متوجه مخالفان خود می‌کند. شاهزاده رضا پهلوی به علت شعارهایی که طی یک هفته اعتراضات به نفع او و خاندان پهلوی سر داده شد، در نقش رهبری تنها رهبری مخالفان ظاهر شده و نیروهای مسلح ایران را فرا خوانده تا به مردم ملحق شوند. شاید به همین دلیل بود که امروز این عکس منتشر شد که نشان می‌داد فرمانده ارتش از نیروی انتظامی تشکر کرده که مقابل معترضان ایستاد و وعده داد که اگر لازم باشد ارتش نیز همین کار را خواهد کرد. تجمع شماری از خانواده‌های دراویش گنابادی و بازداشت شدگان روزهای اخیر مقابل زندان اوین. بر اساس گزارش‌ها این تجمع پس از دستگیری این افراد آغاز شده و امروز هم ادامه داشت. گفته شده اتهام دراویش بازداشت شده مشخص نیست. آنها از روز 9 دی در زندان اوین در بازداشت هستند. کمپین حقوق بشر در ایران هم اسامی چند نفر از دانشجویان و فعالان دانشجویی که به دنبال ناآرامی‌های یک هفته گذشته دستگیر شدند را منتشر کرده. بر اساس گزارش‌ها دستگیری دانشجویان همچنان ادامه دارد. پیش از این هم محمد رهبری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران از دستگیری حدود 30 نفر از دانشجویان این دانشگاه خبر داده بود. شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های ایران هم در نامه‌ای به وزیر علوم از دخالت نیروی انتظامی در تجمعات دانشجویی گفته و از بازداشت شماری فعالین دانشجویی در فضای خارج از اجتماعات خبر داده. گزارش هایی هم از بازداشت چند خبرنگار در ایلام، کرمانشاه و ارومیه منتشر شده است. اما اینها تنها شماری از بازداشت شدگان هستند. مقامات در شهرهای مختلف ایران از دستگیری های مرتبط با ناآرامی های چند روز اخیر خبر می دهند. دادستان کرج از دستگیری چند نفر در ارتباط با تخریب اموال عمومی خبر داده و گفته بعضی از جوانان بازداشت شده هم آزاد شدند. علی سعیدی نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران هم گفته شماری از فرزندان سرمایه داران قم جزء دستگیر شدگان هستند. روزنامه ایران پیشتر از بازداشت دست کم 450 نفر در تهران و 100 نفر در شهرهای دیگر خبر داده بود. اما آمار دقیقی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های چند روز گذشته در دست نیست. سال 57 تحریم انقلاب کردید. خواستید خونه‌هاتون مجانی شه. آب و برق مجانی خواستید. ببینید با جواناتون چیکار می‌کنید. موقعی که میری واسه سوریه، میری واسه فلسطین، به اسرائیل گوش میدی، به انگلیس گوش میدی، به آمریکا گوش میدی، میان ازت تقدیر میکنم. من لیسانس 10 سال 15 سال درس خوندم. وضعیت اقتصادی خرابه، نمیشه زندگی کنم. اومدم اعتراض کنم. منو باباتون گرفته زده، سرمو چیکونده، لباسم خونی شده.
من جونم رو به خاطر این مملکت میدم، من از جونم گذشتم، ولی شماهایی که تو سر کارتونید مغازهاتون رو ببندید برید از جووناتون حمایت کنید، چقدر میخوان بهتون زور بگن، چقدر میخوای تحمل کنید، تا کی میخوان از اسلام سوء استفاده بکنن، از مردم سوء استفاده بکنن. من وطن پرستم، من کشورم رو دوست دارم، هر کی به دین خودشه، ولی از دین کسی نمیتونه سوء استفاده کنه. برای کشورتون، برای سرکنندگی کشورتون، موقعی که میرید تو خیابون، موقعی که میرید اعتراض میکنید، میگیرن میزنن تون. این کشوریه که رفتید سال 57 به خاطرش انقلاب کردید. برید از جووناتون حمایت کنید، مغازه‌هاتون رو ببندید. این مملکت داری نیست. تا کی میخواید تحمل کنید؟ Well, I think there's a couple lines of effort going on. به نظرم تلاش‌های دولت آمریکا برای حمایت از معترضان در ایران دو مسیر داشته. یکیش پیامیه که دادیم. هر حکومت خودکامی با اعتراضاتی مواجه میشه، طبیعتاً بحثی در میگیره که چه باید کرد. باید دست به اقدامی زد و از طرف معترضان کاری کرد و ریسک کنیم که به نفع ادعاهای طرف مقابل بازی کنیم. ادعاهای تندروها در اون کشور که میتونه ریسک بزرگی باشه با توجه به تاریخچه نسبتاً دردناک روابط ایران و آمریکا. ولی در این حال در دهه های 60، 70 و 80 میلادی درس هایی از کشورهای کمونیستی گرفتیم که ما باید موضع بگیریم. و فکر کنم وقتی این دولت نگاه کرد که در سال 1388 چه اتفاقی افتاد، این بود که دولت اوباما خیلی کند و آهسته واکنششون داد و گفت که ما از مردم در خیابان ها حمایت میکنیم، از مردمی که بازداشت شدن و اینکه نمیخوایم ببینیم کسی کشته شده. ما معتقدیم حق تظاهرات مسالمت آمیز یک حق اساسیه. و به نظرم این دفعه دیگه تمایل عمیقی از طرف وزیر خارجه و رئیس جمهوری وجود داشت که این حرفا رو بزنند، حرفایی که فکر کردیم میتونه تغییری ایجاد کنه. But if it's about words, also Obama administration, President Obama himself. ولی اگر ملاک موزگیری ها و حرف هاست، باراک اوباما هم در سال 88 موزگیری کرد و سرکوب معترضان رو محکوم کرد. این بار چه فرقی داره؟ خب اونا خیلی کندتر بودن. چند روز طول کشید تا موضع بگیرن. همینطور فکر کنم تیم اوباما هماهنگی های بین المللی کمتری داشتن. از شنبه ما داشتیم در بالاترین سطح با همپیمان های اروپاییمون و پایتخت های کشورهای مختلف تماس می گرفتیم تا دوستان و همپیمانانمون رو تشویق کنیم که از طرف معترضان حرف بزنن. همون کاری که ما کردیم. بیانیه های خیلی محکمی از آلمانی ها، از بریتانیایی ها و دیگران منتشر شد در حمایت از این معترضان و فکر کنم بخشیش به این خاطره که همه نظر مشابهی داریم. خط دوم تلاش‌های ما بررسی ابزارهای دیگه‌ایه که داریم. همونطور که می‌دونید روش‌های متنوعی برای تحریم ایرانی‌های دست‌اندرکار در اقداماتی مثل تروریسم و موشک‌های بالستیک هست. به نظرم یکی از مواردی که مردم خیلی به اون تمایل دارن اینه که از جنبه حقوق بشری شروع کنیم و سازمان‌ها و افراد دست‌اندرکار در اون رو تحریم کنیم. ما می‌خوایم مانع رفتار خشونت‌آمیز بشیم از صدر تا پایین. این یعنی مقام‌های عالی سازمان‌هایی که می‌تونن معترضان رو سرکوب کنن، دسترسی اطلاعات رو محدود کنن و همینطور واحدهای محلی که باید آگاه باشن نمی‌تونن با خشونت علیه ایرانی‌هایی که مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنن رفتار کنن. Who should be aware that they will not be able to act violently against peaceful Iranians without recrimination. درباره این تحریم‌های حقوق بشری میتونید تایید کنید که صدا و سیما و وزیر ارتباطات ایران هم هدف این تحریم‌ها هستند؟ در حال حاضر بحث‌های بسیاری در جریان درباره اینکه کدوم نهاد و فرد بیشتر دستن در کاره، اینکه کدوم نهادها دارن ایرانی‌ها را از حق دسترسی آزادانه به اطلاعات محروم می‌کنند و کدوم نهادهای انتظامی دارن معترضان را سرکوب می‌کنند. داریم شماری از افراد و نهادها را بررسی می‌کنیم، ولی هنوز نمی‌تونم اسم فرد یا نهاد به خصوصی رو تایید کنم. ولی به هر حال تحریم‌هایی در پیشند؟ قطعاً تحریم‌هایی در راهند. قبلاً تحریم‌هایی در حوزه فناوری علیه ایران بود که الان اجرایی نیستند، ولی هنوز شرکت‌های مثل گوگل اونقدر از اونها بیم دارند که اجازه نمیدن ایرانی‌ها به ابزارهای رمزنگاری دسترسی داشته باشند. ابزارهایی که خیلی در دور زدن فیلترینگ اینترنت هم موثرند. دولت آمریکا چه فکری برای این جنبه داره؟ Oh yes, and that's a message we're trying to get to the tech companies right now. بله،
بله، و این پیامی است که الان می‌خوایم به شرکت‌های فناوری برسونیم. این قطعاً جزء منافع اساسی آمریکاست که این جریان اطلاعات به ایران و ادامه کار سکوهای کلیدی شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام حفظ بشه. این پیامیه که شرکت‌های فناوری آمریکا بگیرند و این پیام رو تقویت می‌کنیم.